دنیا زشتی کم ندارد، زشتی های دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آنها دیده بسته بود، اما آدمی چاره ساز است. کامیار شاپور، پسر فروغ فرخزاد و پرویز شاپور، تاریخ تولد 29 خرداد 1331، پسری که در 3 سالگی از مادرش جدا شد و در خونه قدیمی کنار پدر، عمو و مادر بزرگش قد کشید و پدرش هیچ وقت اجازه نداد مادرش رو ببینه. فروغ چند سال بعد پسری به اسم حسین را از جزام خونه به فرزندی قبول کرد. حسین توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته دلیل انتخاب فروغ شاید شباهت بیاندازش به کامیار بوده. این روزا خیلی از سرنوشت حسین منصوری فرزند خونده فروغ با خبرن که در آلمان زندگی میکنه و شاعر و مترجمه، اما واقعا چه کسی میدونه کامیار شاپور الان در مرز 63 سالگی کجاست و چه کار میکنه؟ چی شد اصلا که به فکرت رسید بیای تو پارک بخونی، یا دلت خواست که بیای تو پارک بشینی بزنی بخونی؟ والا این یاد قدیمی رو من بود، یعنی انگلیسان که بودم میدیدم نوازنده های دورگرد یا موقعی که هیپی آمده بودن تو مثلا دارانهای مترو تو لندن میزدن این توی از یا مثلا لندن بودن مثلا اون موقع بیشتر توی دارانهای مترو میزدن. بعد از همون موقع این آرزو داشتم، منتها اون موقع اصلا گیتار خیلی سه بود و این حتی برگشته بودم ایران بود، یعنی این که گیتار خوب نمیزدم، نمیتونستم بزنم اصلا، به تردید یادی بودم من که، ولی آرزوش همیشه تو دلم بود که مثل یه مثلا دورگرد بتونم اونطوری کار کنم. بعد چرا دورگرد؟ مثلا به کنسرت گذاشتن و به میرسه مثلا بزرگتر فکر نکردی؟ چرا، ولی در درجه اول این حالت کولی جیپسیش بود یه طوری، و این تو ایرانم خب حتی پدرم در قید حیات بود من همش تمرین میکردم ولی به چون نمیرسیدم، سالها و سالها تو کشید تا من بعد پدرم عمون فوت شدن، من رفتم منظر عمامینا 2-3 سالی اونجا بودم، بعد اومدم پیش آقای رضا کیکابوسی من لطف کردن 9 سال منظرشون، من فقط تو خونه آقای کیکابوسی بود من 9 سال اونجا بودم که گیتار من شروع پیش از کردم. و دیگه به جایی رسید که امروز هایتون گفتن رو چه ملودی اینو که مثلا داره کامل میشه. و این ولی میرفتم دیگه، دوست داشتم برم تو مثلا یه رو قدیم رفتم کو زدم اون موقعی که بیشه امم اینو بودم، منتها یه روز پنجشنبه که بهم گیر دادم. Thank you.
وقت نتونستم درآمد خوبی از قبل گیتار داشته باشم. یعنی من بیشترین مقداری که تونستم توی روز بگیرم 22,000 تومان بود، توی روز 22,000 تومان، ولی اونطوری نتونستم درآمد خوبی، چون نمیشد به انگلیسی نخونم مثلا برای مردم خود همچین بیگانه ممکنه بیادی برنامه. You say you be your love if I'm too good. You be thinking of me some of it alone. Some days when I'm lonely, wishing you were too far away, then I will remember things we said today. I'm the old champ. توی روز 22,000 تا در بودم. کمترینش که هیچ هیچی 500 تومن 1,000 تومن یه روز نه، دو سه ساعتی همینطوری عشقی. من هم یک خود عشقی میزنم اونطوری که بیام حالا برنامه شروع شد، تیپ تاپ تاپ تاپ، بعدش باز دوباره تیپ تاپ بشن تموم شد، اونطوری کار نمی کنم. من همچین عشقی میزنم، یه طوری ملموس بشه، تعطیف بشه اوقاتا در زم این برنامه ایم که آره دیگه. بعدش هم که دیگه فعلا نیومدم تا ببینم دنبال اینم که نتیجه برسم، این چه نتیجه میرسم. حالا کنسرت خارج چطوریه؟ دلت میخواد بری خارج؟ بعدم نمیدارم، اگه بتونم اقتصادش رو ردید کنم بعدم نمیداره برم خارج. بری چه کار کنم؟ اقلا تست کنم، یکم گیتار بزنم، ممکنه یه تور برم چی؟ برم یکم گیتار بزنم. ترکیه رفتم، ترکیه این کارو کردم، دو نوبت رفتم ترکیه، نوبت اول یه مقدار گیتار زدم، نوبت دوم یه مقدار گیتار زدم. یه آقایی تو آرالیا به یه لیره ترک زد، میشه 1500-600 تایی اینطوری. البته اینجا هم میتونی، اینجا هم نوبت اول رفتم میرفتم پارک اندیشه میزدم، یه آقای محسنی بازنشسته 1,000 تومانی نوبت اول 1,000 تومانی گرم داد. بعد یه همیتون بیشتر شد تا من مثلا تا 22 تومن. بعد گذشت، بعد یه سال گذشت، رفتم پارک اندیشه، رفتم پارک، همینطور ادامه دادم تا دیگه جایگاه ها مشخص شد دیگه. یعنی پارک اندیشه یکم همچین محدوده، اونطوری چیز نمیکنم، ولی اینجا کاری ندارن. البته اینجا هم نوبت اول یه نیرو انتظامی من بهم گفتش که دیگه مثلا الان نزن گیتار تو میان میگیرن. این چی دیگه، من هم این کارم پیگیری کردم تا به اینجا رسیدم. دنبال این هم چی نتیجه جدی ازش بگیرم. این فقط یک تصویر ساده از زمان حال پسر فروغ فرخزاده است. برای شنیدن خاطرات کامیار شاپور از کودکی، جوانی، سالهای تحصیلش در انگلیس و حال و هوای این روزهایش کمی منتظر بمانید.